میبینی دختره رو مثل روح یه گوشه وایساده. آدم حداقل یه لبخند میزنه. همیشه اخمو و عبوسه. میگم چرا؟ اینا همشون دارن ربع سکه هدیه میدن. مامان من از کجا بدونم؟ برای چی این حرفا رو میزنی ها؟ خیلی خوب باشه باشه فهمیدم. وای ماشالله ماشالله شبیه عروسک شدی. خب عزیزم ایشالله که با هم خوشبخت بشین. خب دیگه کسی نمونده، این مراسم هم تموم شد، بیا بریم با هم برقصیم. بیا من تو رو خدا بیا دیگه، بیا با هم برقصیم بیا. وای خدا بهت صبر بده، نامزدت خیلی ناز میکنه، بهتون تبریک میگم. فکر کنم خواهرت خیلی دوست نداره برقصه. آره نمیرقصه، آخه خیلی بلد نیست. مگه میشه بلد نباشه؟ اما من خوب بلدم، حتی میتونم تو رو برقصونم. بیا دیگه بیا. نه نه من نمیتونم. بیا دیگه. زهرا این دختر کی که داره با محمد میرقصه؟ حتما یکی از دوستاشه. ببین چه جوری میرقصه، مثل اینکه خیلی با هم صمیمیان. خیلی دختر خونگرمیه. چقدر اینجا سر و صداست. رومیسا خانم اینا اومدن. سلام، خیلی خوش اومدین. خوش اومد، خوشگل شدی زهرا جون. نه بابا، من فقط یه لباس تر و تمیز پوشیدم. ممنون. خیلی زیباتر از همیشه به نظر میاد. ممنون ممنونم. اینا کیان؟ آها رومیسا خانم و پسرش. زهرا همیشه میره خونهشون برای نظافت، اونم به خاطر زهرا اومدن. والا کاملا مشخصه که خانم با اصالتیه. بفرمایید بشینید. بفرمایید بفرمایید. هنده خونه است؟ بله آقا امیر خونه است. هنده! چیه امیر؟ تو چی کار کردی؟ باز چی کار کردم؟ هنده چطور تونستی به فریحا قرص اکس بدی؟ تو چی داری میگی؟ همه چی تموم شد، همه چی رو دیدم. دیدم که با فریحا چی کار کردی. بدون تو از گلون پایین نرفت. امیر، امیر تو رو خدا نرو. خیلی مست بودم، باور کن دارم راست میگم. میدونی من به خاطر این کار تو با فریحا چی کار کردم؟ همش تقصیر توه هانده.
امیر، امیر اینطوری نرو، من تحمل دوری تو ندارم. اگه یه چیزش میشه چی؟ هانده اگه اتفاقی برای فریحان میافتاد چی؟ امیر چرا این کارو کردی؟ چرا؟ چون من امیر هر کاری بگی میکنم، ولی تو رو خدا اینجوری نگام نکن. باشه، میرم از فریحا معذرت خواهی میکنم، هر کاری بخوای میکنم، ولی تو رو خدا خواهش میکنم به من اینجوری نگاه نکن. از فریحا فاصله بگیر. امیر، امیر صبر کن، امیر تو رو خدا نرو، امیر با تو هم خواهش میکنم نرو، بهت التماس میکنم. امیر میشنوی چی؟ امیر کارای الان وقتش نیست. امیر خواهش میکنم نرو. هانده از ما فاصله بگیر، از فریحا فاصله بگیر. آروم باش هانده، بلند شو، بلند شو. کار تو بود، آره کار تو بود، تو منو نابود کردی هانده. نابودم کردی هانده. ببین ازت متنفرم کرای، متنفرم. امیر، امیر، امیر یه لحظه صبر کن. همه چی رو دیدم. هانده، اون برای فریحا تله گذاشته بود. اون کار نقشه هانده بود. فریحا هیچ کاری نکرده بود. بازم فریحا بیگناه بود. یه سیدی جلو در خونت بود. نشستم همش رو نگاه کردم. تو همه چی رو میدونستی نه؟ آره میدونستی، اون شب تو داشتی فیلم برداری میکردی. نتونستم بهت بگم، نتونستم. نتونستی؟ معلومه که نمیتونستی بگی، چون داشتی از هانده حمایت میکردی. ولی میدونی من چی کار کردم؟ ها؟ میدونی با فریحا چی کار کردم؟ بازم کیک میخواییم یا نوشیدنی یه چیزی؟ هرچند چیزی هم نخوردیم. نه ممنون زهرا جون، همه چی عالیه، واقعا به خاطر همه چی ممنونم. اون زیورالات همش اصله؟ خب معلومه که اصله، مگه نمیدونی که چه خانمی با اصل و نسبیه؟ به سرش ازدواج نکرده؟ من از کجا بدونم؟ فریحا شما رو اصلا ندیده، من برم صداش کنم بیاد یه بار ببینتتون. فریحا، فریحا، فریحا. بیا عزیزم بیا.
داری میاد. خیلی خوش اومدی. انشالله خوشبخت بشی دخترم. امیدوارم به پای هم پیر بشی. به هر دوتاتون تبریک میگم. شاد باشی. ممنون. ارهان این فریهاست، دختر زهرا جون. تبریک میگم. تبریک میگم. یادت باشه راه درست رو ادامه بدی. دخترم من چشمم خوب نمیبینه، نمیتونم برات سنجاق بزنم. بازم بهتون تبریک میگم. وای چرا انقدر زحمت کشیدین؟ همین که خودتون اومدین کافیه. این چه حرفیه؟ خب ارهان جان ما دیگه باید بریم. باشه، بازم تبریک میگم. ممنون، خیلی ممنون. با اجازه. شب خوش. خداحافظ. خداحافظ. شبتون خوش. به سلامت. خوش اومدی. دختر عزیزم چقدر بی‌ذوقی. بازش کن ببینم چیه. وای 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 خدای من. میبینین؟ میبینین؟ با این که غریب است ولی یه سکه کامل کامل آورده. ببینیم. دستشون درد نکنه. آره واقعا دستشون درد نکنه. میبینی چقدر قشنگه؟ ببین ببین. میبینی شریف خانم؟ داری میری؟ آره دیگه، همه رو دیدم، از دور خدافظیم کردم، دیگه میخوام برم. بازم به تبریک میگم. خدافظ عزیزم. ممنون. خدافظ. داداش بازم آب میوه داری؟ آره بیا. میرم دستشویی. یه چایی بخوریم بعد بگیریم بخوابیم. کاش یاسین اینا میموندن، یه جوری با هم جا میشدیم. اونام چون به فکر شما بودن بلا فاصله سوار اتوبوس شدن، نخواستن به زنداداش زحمت بدن. والا من که اینطوری نشنیدم. من شنیدم میگفتن که قراره برای دروه محصول برن و اگه بمونن دیر میشه. ای بابا، اونا که همیشه عجله دارن. ما چون دلمون خیلی براتون تنگ شده بود خواستیم بیشتر بمونیم. میبینی داداش اینا همشون ربع سکه هدیه دادن. مامان خب مام ربع سکه هدیه دادیم. دختر عزیزم این چه حرفیه؟ ما با بقیه فرق میکنیم. ایشالله واسه عروسیش هدیه بهتری میدیم. خدیجه کم و زیاد چه فرقی میکنه؟ ولی اون خانوم خیلی دست و دلباز بود. ببین چه هدیه قشنگی داده. شریفه چشمایش چهار تا شده بود. آره خیلی خانوم خوبیه. ببینم چرا عروسش نیومده بود؟ پسرش ازدواج نکرده. آخه سن سالی ازش گذشته. اوضاع مالیش هم که خوبه.
خدای نکرده نکنه یه وقتی مریضی چیزی داره، نکنه از نظر روحی مشکلی داره. نه بابا، چی داری میگی؟ مریض دیگه کدومه؟ ای بابا، قراره تمام شب راجع به مردم صحبت کنیم؟ نه بابا، میگم شما میتونین با این پول بدهی محمدو بدین. با هدیه بدهی مردمو بدیم؟ تازه اگه یه وقت نام زدی به هم بخوره، اون وقت مجبور میشیم پسشون بدیم. اوه، من اولین باره که همچین چیزی میشنوم. هنوز چند ساعت نشده نامزد کردن، اون وقت ببین چی داری میگی. انگار امشب میخواین راجب چیزای بدیان حرف بزنیم. فریهام که رفت خوابید، آدم میاد میشینه کمی با عمش حرف میزنه. خب خسته بود دیگه. مگه چیکار کرده که خسته است؟ حتی یه ذرم نرخصید. به خدا شریف خانم خیلی ناراحت شد. اونا غریبن، غریبه. برای چی ناراحت شد؟ به همه خوش آمد گفت، به بزرگتراش احترام گذاشت و دستشونو بوسید. دیگه باید چیکار میکرد؟ من معذرت میخوام، اصلا نمیشه با شماها یک کلمم حرف زد. مثلا من عمشم، اگه حرفی میزنم به خاطر اینه که خوبیشو میخوام. خیلی خوب، بریم بخوابیم. آره بهتره بخوابی. بچه رو بذار سر جاش. باش. تو از اینجا بلند شو. وای خدا چقدر سنگین شدی. مواظب باش عزیزم، بلند شو.
آخ فریها، وای عزیزم، کاش بازم بچه بشی تا محکمتونم بغلت کنم، محکم بغلت کنم و تو آغوشم بگیرمت. زهرا. رضا بیدارت کردم. چی کار میکنی؟ اینا مال فریهاست نه؟ مال هر ستاشون اینجاست. تن هر دوشون یه جور لباس میکردی. وقتی محمد به حرف اومد و اینا رو میدید بار میزد و میگفت که اینا دخترون است و من اینا رو نمیپوشم، اولین قدماشو با اینا برداشته بود. مگه نه زهرا؟ آره رضا. آره. کی اینقدر بزرگ شد؟ نفهمیدم کی به سنی رسید که داره ازدواج میکنه و میره سراغ زندگیش. الانم داره راه خودشو میره. آره رضا. پدر و مادر باید همیشه راه درستو به بچه هاشون نشون بدن، مگه نه؟ ببین، مام تونستیم دخترمونو بفرستیم سر خونه زندگیش، بیا زهرا، بیا عزیزم، بیا بیا بگیر بخواب، بیا عزیزم. خیلی خوب باشه. فریها هنوز بیدار نشده؟ چرا زنده ای؟ بیدار شده. ولی همین جوری دراز کشیده بود. به هم صبح بخیر گفت. معلومه که هنوز خستگیش در نرفته. خواهر بیا سر میز. صبحونه آماده شد. پس فریها کجاست؟ کلسوم دخترم بشقابا رو بذار رو میز و برو فریها رو بیدار کن. همه بیدار شدن. اون وقت این دختر هنوز تو رخت خوابه. یعنی این دختر فردام که رفت خونه شوهرش بازم میخواد تا لنگ زور بخوابه؟ مامان، والا من به خاطر خودش اینو میگم. خدایا داداش، برای چایی بریزم؟ فریها پاشو، پاشو، دیگه منتظر توییم. نه من میل ندارم. هنوز نتونستی این استرس رو از خود دور کنی؟ فردا که بخوای عروسی کنی اون وقت چی کار میکنی؟ زود باش، پاشو، وگرنه مامانم میاد سراغتا. انگار حلقتو خیلی دوست داری چون اصلا چشم ازش بر نمیداری. بیا دیگه، بیا، پاشو 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 دیگه، پاشو. اوف کلسوم، تو هنچه بیا. صبح خیر. صبح خیر دخترم. زهرا پاشو تو چایی بریز. زودتر از همه خوابیدی ولی دیرتر از همه. وای خواهر ببخشید. میگم امروز بریم گردش؟ خدا میدونه دوباره کی بیایم استانبول. من که حرفی ندارم دخترم. به داییت بگو بعدن نگه ما رو به زور بردیم. ای بابا خدیجه، این چه حرفیه؟ باشه حتما میریم. دایی جون، یه مرکز خرید هست که میگن مدل ها و بازیگر ها و فوتبالیست ها اونجا میان برای خرید. میگم چطوره بریم اونجا؟ آخه دخترم، تو با مدل ها و فوتبالیست ها چی کار داری؟
ولی خیلی دلم میخواد ببینمشون. بریم دیگه. ساختمونو که نمیتونیم خالی بذاریم. خیلی خوب، پس شما برین، من اینجا میمونم. برین و یکی دو ساعت بگردین و خوش بگذرونین. من باید درس بخونم. ولی اگه تو نیایی من حوصله‌ام سر میره. تازه ما که برای همیشه اینجا نیستیم، پس بیا دیگه. آخه میدونی که الان آخر هفته است، اونجا خیلی شلوغ میشه. آره خب، شما از بس میرین دیگه دلتونو زده. بلش کن دخترم، اینا از بس رفتن دیگه دلشون نمیخواد برن، ما هم نمیریم. من نمیخوام مزاحم کسی بشم. تو رو خدا خدیجه، نمیشه حالا اول صبح یخ نکنی؟ خواهر، الان گلفیدن اینا میان اینجا، گفتن ما ندیدیمتون، فرصت نشد صحبت کنیم، بذار اونا بیان برن، اون وقت ما هم میریم، یه دوری میزنیم و زود برمیگردیم. تازه خونه یه شریف خانومم باید بریم، هنوز چیزایی که برای داماد خریدیم و ندادیم. خیلی خوب. الو، بفرمایید. روز بخیر عمورزا. نه پسرم خلیل، روز تو هم بخیر. میبینی تا از خواب بیدار شد اول به تو زنگ زده ها. مزاحم که نیستم، میخواستم حال فریا خانوم رو بپرسم. باشه باشه، خلیله میخواد با تو حرف بزنه. میبینی تا بیدار شد زنگ زد به دختره. آخ یونس، آخ میبینی اون دختره با پسرم چی کار کرده؟ وای از دست تو خانم، آخه چی کارش داری؟ ای خدا از دست این زن چی کار کنم؟ روز بخیر. خب با نامزدت حرف زدی؟ خوشحال شد که بهش زنگ زدی؟ حتما خوشحال شده، یه خورده خجالتیه. چی گفت؟ خیلی سلام رسوند، گفتم امروز نمیدم سر کار، بریم با هم یه دوری بزنیم، ولی گفت که باید درس بخونم. خب دیگه من میرم. پسرم بشین یه چیزی بخور، چند روز لب به هیچی نزدی، این چند وقت انقدر زحمت کشیدی که دیگه نایی برات نمونده. نه مامان، میل ندارم. راستی زهرا خانم غروب قراره یه سری بیان اینجا، چیزی لازم نداری؟ نه عزیزم، هیچی لازم نداریم. باش من رفتم، روز بخیر. روز بخیر پسرم. به سلامت پسرم، انشالله موفق باشی. میبینی تا دید محمد تو مغازه تنهاست، بدو بدو رفت پیشش. همینه دیگه، وقتی آدم با یه دوست فامیل میشه باید فکر همه جاشو بکنه، اون وقت مجبور میشه همش بریم به مغازه سر بزنه. شریفه تو رو خدا انقدر از کاه کوه نساز. من از کاه کوه میسازم؟ اون دختره یه بد اخلاق تمام مدت تو مراسم حتی یه بارم دست پسرمو نگرفت. اگه بگم از هیجان و استرس بوده که میدونم نبوده. من میدونم اون دختره یه چیزیش هست. زشت شریفه، به خدا زشته. اون الان دیگه دختر خودت به حساب میاد، دیگه با هم فامیل شدیم، اون وقت تو داری هنوز پشت سرشون غیبت میکنی. خیلی خب بابا. میگم زهرا، بهتره هر چه زودتر یه دعایی چیزی برای از بین بردن چشم زخم برای فریحا بگیری.
آخه دیشب خیلی خوشگل شده بود، تازه نامزدشم اصلا چشم ازش بر نمیداشت. آره به خدا، صبح که از خواب بیدار شد اول به فریها زنگ زد. این پسره خیلی فریها رو دوست داره. وای دختر خوشگلم، عمه قربونت بره. آخ آخ چقدر ناز داره. با یه ناز و عشوه‌ای گفت امروز درس دارم و تلفن رو قطع کرد که باید میبودی و میدیدی. دخترم همش داری با اون حلقه ور میری، خدای نکرده از دستت میفته و گم میشه. وای مامان دختره تازه داره عادت میکنه. آدم که نباید به حلقه نامزدی عادت کنه، اصلا درست نیست که حلقه نامزدی زیاد تو دست بمونه، بهتره به حلقه عروسی عادت کنه. فریها اول باید دانشگاهشو تموم کنه. ای بابا شما گیر دادین، هی میگین دانشگاه دانشگاه، یعنی وقتی عروسی کنه نمیتونه بره دانشگاه؟ من که دیدم همه همین کارو میکنن. ببین زهرا خودت میدونی که نامزدی بیشتر از یه سال طول بکشه درست نیست، چه برسه به 4 سال. والا خواهر بذار دیگه ما به اینش فکر کنیم. آره خب تا وقتی پدر و مادر هستن عمه چی کار است که نظر بده؟ تازه اگه خانواده داماد حرفی ندارن من که هیچ حرفی ندارم. فریها میگم قهوتو بخور، بده برات یه فال بگیرم. وای خاله گلفیدان واسه منم فال میگیری؟ آره باشه برای تو هم میگیرم. آها آفرین، حالا نیت کن حلقه نامزدیتم بذار روش. آره حلقتم بذار روش. آه اینقدر حلقه رو از دست در نیار، میگن بدشانسی میاره. تو هم یه چیزی میگی یا؟ به خونت خوش اومدی. خوشحالم که برگشتی. بسم الله الرحمن الرحیم، بذار اینو رو میز بذارم. آها وای 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 فریها، یه پسر خوش قد و قامت، چشم ابرو مشکی، داره به تو فکر میکنه و بدجورم خاطر خاطر. میبینی دخترم همون خلیل تو فالتم اومده. آخ 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 دخترم، مثل این که تو ناراحتی و حوصله هیچ کاری هم نداری، یه مسئله یه واسه خودت بزرگ کردی و براش قصه میخوری. وای یکی انگار تو رو چش زده. وای چقدرم بد چش خوردی، بلا به دور باشه ازت دخترم. کوش اونی که چش میزنه. آره ایشالله چشمشون در بیاد. سب کن من الان خودم چشم زخمو ازت دور میکنم. ها؟ وای وای میبینی این پرنده رو میبینی؟ ببین ببین دیدی؟ آره یه پرنده برات یه خبر خیلی خوب میاره که حسابی خوشحال میشی و دلت شاد میشه. ماشاءالله ماشاءالله. خب دخترم ببر ببر این فنجون خوب بشور. خوب بشور یا آفرین. سب کن عزیزم سب کن، حلقت رو یادت رفت برداری بگیرش. امیر حق داری ناراحت باشی، هرچی دلت میخواد به هم بگو گوش میدم. کارای من به تو چی بگم؟ به هانده به خودم چی بگم؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوام برم پیششو بهش بگم میدونم
لیاقتشو ندارم ولی خیلی دوستش دارم. به نظر تو فایده داره؟ ها؟ باعث میشه گذشته رو فراموش کنه؟ بهش بگم تو همیشه بی تقصیر بودی، بازم بی تقصیری، ولی من هیچ وقت به حرفت گوش ندادم. فکر میکردم تو مقصری. اینا رو باید بهش بگم؟ من چطوری باید ازش معذرت خواهی کنم؟ خواستم کسی ناراحت بشه. ولی اون خیلی ناراحت شد. خیلی ناراحت شد کارای. وای تو چه لباسای قشنگی داری. از هر کدوم خوشت اومد میتونی بپوشی. میتونم امروز که میریم بیرون یکیشونو بپوشم؟ آره بپوش. وای آی به نظرت کدومو بپوشم؟ این بهم میاد نه؟ تو میری دانشگاه اینا رو میپوشی؟ دایی چیزی بهت نمیگه؟ میگم نکنه یواشکی اینا رو میپوشی. از دست تو. ولی کار خوبی میکنی. اگه منم مثل تو دانشگاه میرفتم حتما همین کار رو میکردم. باز داییم خوبه. تو باید بیای بابای منو ببینی. به خاطر حرفای مردم کم مونده تو خونه حبسم کنه. ولی من قسم خوردم هر طوری شده میخوام دانشگاه قبول بشم و استانبول درس بخونم. حالا میبینی. آره آره درس بخون. تنها دلخوشی ما همین درس خوندنه. ولی به هیچ وجه دروغ نگو. باشه. یعنی چی؟ یعنی دروغ نگو دیگه.